موشکاف. سلام رفقا، کیف احوال؟ آقا این ساعتهای قدیمی رو یادتونه؟ همونایی رو میگم که یه چیزی مثل پاندور ازشون آویزون بود. آره آره، چپ راست چپ راست، این بر اون بر این بر اون بر. حالا الان هم شیخ فری هم سیدر جفتشون رفتن تو باز پاندوری. پس پریدوز، شیخ فری واسه لگام زدن به دل واپسا یه قمبوز اعتدالی اومد، یادتونه؟ ما آپارتاید هسته‌ای رو زیر بارش نمیریم، ما آپارتاید علمی رو زیر بارش نمیریم، ما همه ملت‌ها را، این همون اصول اولیه منشوره، ما همه ملت‌ها را در برابر قوانین بین المللی یکسان میبینیم. کسی برتر از دیگری نیست. ملت ایران زیر بار تبعیض نخواهد رفت. آقا هنوز کلمه آخر از دهن شیخ فری در نیومده بود که رقبا نون دلواپسی رو چسبوندن به تنور اعتدال و جمع گرفتن که روحانی متشکری. اینجا درست همون نقطه بود که پاندول شیخ فری هم عمل کرد و با فن اشکل گربه رفت واسه دلواپسا. دیدید یه آدمایی که با زبونشون نیش میزنن، به تعبیر عامیانه مردم طرف خیت میکنن توی جامعه، بعد لذت میبرن، میگه خوب خرابش کردم، خوب خیتش کردم، اینا بیمارن. بعدن همین شیخ فری دست گذاشت رو وضعیت خیت ولایت و علت بیماری لاعلاج سیدلو لو داد. در یک کشور و در یک جامعه‌ای که بخش بزرگی از مردم ما نیازمند هستند، یا به یک تعبیری زیر خط فقر زندگی می کنند، در یک جامعه‌ای که ما هنوز برای مواد غذایی اساسیمان نیاز به واردات داریم، هیچ افتخار نیست برای هیچ ملتی و برای هیچ دولتی که در فکر آن باشد که برای نان مردم از بازار دیگران گندم تهیه کند. در ادامه پاندول حاج حسن روی وضعیت سگ دعوا کیل کرد و یه جمله گفت که کل نظام مقدس ولایت رو کرد تو فاضلاب و در آورد. اما تو همین کشور عده‌ای به نام این که باید در برابر قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها مبارزه کنیم و بیستیم، جیب مردم رو زدند، اموال مردم رو غارت کردند. موشکاف مشغول پنبه‌زنی حسن کلیساز بود که یهو سیدل با لاستیک زاپاسش رفت بالای منبر و واسه خفه کردن دلواپسا یه دهن روزه خوند. از جمله چیزهایی که مردم رو به بهشت نزدیک میکند، بهبود معیشت مردم است. کاد الفقر ان یکون کفرا، جامعه‌ای که در اون فقر باشد، بیکاری باشد، مشکلات معیشتی غیر قابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتی باشد، تبعیض باشد، شکاف طبقاتی باشد، اون جامعه حالت آرامش ایمانی پیدا نمی‌کنه. فقر انسانها رو به فساد میکشانه، به کفر میکشانه. فقر رو باید ریشه‌کن کرد. کار اقتصادی، فعالیت اقتصادی باید به طور جدی در برنامه های مسئولین قرار بگیره، که خب امروز به حمدالله مسئولین دنبال این چیزها هستن.
فقر رو باید ریشه‌کن کرد. به پای او با رامیهو اشتباه نگیرن. اینی که باید ریشه‌کن کرد تویی. فقر خودش ریشه‌کن میشه. اما حرف اصلیش رو به ترمز بریده های باندش اینه که اینقدر نقنق نکنی. امروز فرداست که ملت از زور فقر بزنن نستمون رو ناس کنن. همین روزه بلایی رو شیخ فری به سبک اعتدالی خودش اینجوری ادامه داد. بحث سر پول نیست، اشتغال بالاتر از پوله. بیکاری تنها بی پولی نیست، آغاز ده ها مشکل و گرفتاری است. بسیاری از آسیب های اجتماعی از اعتیادش، از اختلافش، از جرائمش، از بزهکاری های متنوعش، از جدائی ها، از طلاق ها، از بیکاری ها نشأت میگیره و آغاز میشه. ای نامرد نابکار، حقا که روباه بنفشی. آخه شیخ ترور، خودت که تو همین ده ماه واسه همین جرما یه قلم 700 نفر رو اعدام کردی، بعد حالا واسه ما فیگور مادر ترزا میگیری؟ مگه سنگ قانون اعدام رو به سینه نمیزدی؟ حتی طرف اعدامیه، میخوام ببرنش پای چوبه دار. خب ببرن، اگه قانون است که قانونه، باید اجرا بشه. ما حق نداریم در بردن چوبه دار بهش فوش بدیم، توهین بکنیم، بگیم فلان. چرا؟ هیچ، قانون اینه. قانون اینه که قاضی او رو محکوم کرده، حالا مجازات بشه، تمام. به ما ربطی نداره. قانون خداست یا قانونی است که مجلس تصویب کرده. مال مردم، ما مجری هستیم. شدیدن جانی من یک شیخم فری روحانی دوم حاجی اکبر کوسه شدیدن جانی. خب یه نگاهی به وضعیت پاندولی شیخ فری انداخت. حالا بریم سراغ پاندول ناقص عظما و ببینیم بعد از سخنرانی پس پریروز و حلوا حلوا کردن مذاکرات چجوری واسه آروم کردن جک و جونورای باندش میو میوی ضد استکباری میکنه. بله، امریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه، کما اینکه تو امروز هم نتوانست است. قدرت های دیگه هم همینجور، اونا هم هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. این غلطی که نمیتوانن بکنن فقط غلط نظامی نیست، به معنای جامع کلمه هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. نمیتونن ملت ایران رو زمینگیر کنن، نمیتوانن ملت ایران رو عقب نگه دارن، نمیتوانن فشار رو بر ملت ایران به نحوی انجام بدن که به خیال خودشون ملت ایران رو به زانو در بیارن. ملت ایران به زانو در نخواهد آمد. لااقل وقتی میخوای از این حرفای مفت بزنی یه جوری بشین که زانوهای خونیت معلوم نباشه. اسم خودتو گذاشتی ملت ایران، بعد داری با سر و ریش زهرآلود واسه نوجهات افه اقتدار میای. ترس اصلی تو به گوزی، نگرانی اصلیت رو رو کن. یه عده‌ای وقتی نگاهشون به جوانها میفتد نمونه ها و معدود گونه های ناهنجار رو میبینن. بله، ناهنجاری هم هست، نه اینکه نیست. ما هم اطلاع داریم. نگو اطلاع داریم، بگو کابوس روز و شبمه. بگو ترس از همین جوونا جونم رو به لبم رسونده. عمری خوردی و چاپیدی و زدی و کشتی، اما حالا دیگه ایستگاه آخره، مگه نه؟ اگر زندگی ما در دنیا زندگی خوبی باشد، اما لحظه مرگ ما لحظه بدبختی و روسیاهی ما باشد، چه فایده داره؟ هیچ فایده نداره؟ بدبخت روسیه، فایدهش اینه که ملت ایران تا ابد از شر سرطان ولایت خلاص میشه. خلاص.
Check out.